در سکوت فقط راه می رفت. گاه سرم را بلند می کردم ببینم کورسوی نور چراغی یا نشانه آشنا به چشم می آید یا نه. ناصر تمام مسیر جاده را با یک خودروی جیپ می رود و باز می کردد، ولی اثری از منصور نمی آمد. آن شب دیر وقت در اوج ناامیدی اهل خانه، منصور خسته و سرما زده از راه می رسد. در اثر همان سرما تمام ناخونهای پایش سیاه شد و ریخت. دیدیم راه دوره، خیلی اذیت میشه این بچه. اومدیم رفتیم یه اتاق براش گرفتیم نزدیک میدون راهن، اجاره کردیم یه اتاق. اونجا موند، هفته یه بار می اومد. دیگر ناچار نبودم هر روز مسیر روستا تا شهر را طی کنم. اغلب بعد از ظهرها در مغازه خوشویی ناصر کار می‌کردم. در آنجا بود که رفوگری و دوخت و دوز را یاد گرفتم. مواد اولیه غذا را زنده‌داش می‌داد و خودم آنها را می‌پختم. به همین جهت در آشپزی هم صاحب مهارت شدم. روزهای تعطیل نیز به یک کشاورز تمام عیار تبدیل می‌شدم. آبیاری، درو، جمع کردن گندم، خوش چینی و یا هر کار دیگری که پیش می آمد انجام می دادم. در کشاورزی سخت‌ترین کار وجین است، به ویژه وجین پنبه. تا کسی در آفتاب سوزان وجین نکرده باشد نمیداند من چه میگویم. اما هنگامی که محصول به بار می نشست، با چشیدن بوی خوش سیفیجاد یا تماشای رقص خوشهای گندم در باد، همه خستگی یک جا از تنم بیرون می رفت. هنوز امتحانات نهایی دیپلم را به پایان نرسانده بودم که می دانستم مرحله بعدی زندگیم در کجا آغاز خواهد شد. به خاطر نمرات عالی در همه سالها، همه معلمان و بزرگترها من را برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی یا پزشکی تشویق می‌کردند. ولی حسی مرموز مرا به سمت دانشکده افسری سوق داد. عاقبت روزی خود را در صف متقاضیان ورود به دانشکده افسری یافتم، تقدیری که ظاهراً گریزی از آن نبود. نام من منصور و شهرتم ستاری است. روستازاده‌ای اهل کویر. پدرم دامدار بود و کشاورز و من نیز. شاید اگر او را در کودکی از دست نمی دادم، اکنون اینجا در صف متقاضیان ورود به دانشکده افسری نبودم. در طول سالهای پس از حادثه‌ای که پدر را از من گرفت، به سختی کار کردم و درس خواندم برای یک هدف، اینکه تبدیل به شخصیتی شوم شبیه پدر. اما چرا هدف خود را در این فضا جستجو می‌کردم هیچ نمی‌دانستم. نیروی مرا در مسیر هدایت می‌کرد که هیچ توجیه منطقی نداشت.
ازدواج من نیز این گونه بود. بعد از مرگ پدر، دایم زندگی خود را در مشهد فروخت و به تهران آمد تا بتواند از نزدیک به زندگی خواهر و دو فرزندش نظارت داشته باشد. مردی زحمتکش و با غیرت از جنس پدر. همسرم حمیده دختر همان دایی بود. من و حمیده تقریبا هم سن بودیم. هنگام ازدواج من دانشجوی سال دوم دانشکده افسری بودم و او یک معلمه. حمیده توانسته بود تا قبل از ازدواج یک خانه کوچک نیز خریداری کند. اول ما ازدواج کردیم و رفتیم توی اون خونه و در اون موقع ما اون موقع من 490 تومن میگرفتم و منصور 920 تومن. با این زندگیمون رو شروع کردیم و چون الحمدلله کرایه خونه نداشتیم و اینا، زندگیمون خیلی تمیز و خوب و بدون دغدغه میگذشت. منصور پاییز سال 1346 وارد دانشکده افسری شد. در آن زمان این دانشکده صرفاً متعلق به نیروی زمینی ارتش نبود. پس از پایان دوره 4 ساله از میان فارغ التحصیلان تعدادی نیز برای خدمت در نیروی هوایی انتخاب می شدند. تصمیم گیری و گزینش نیروها در جایی خارج از حوزه اختیار فرماندهان و مسئولان دانشکده صورت می گرفت. با لباس نیروی هوایی فارغ التحصیل شدیم، بعد اومدیم اینجا خودمون رو معرفی کردیم، بعد اومدیم تو همین ساختمان‌های پایین کلاس زبان آموزش زبان میدادن، بعد اینا رو اعزام میکردن به کشورهای خارجی مثل آمریکا. ستاری از کسانی بود که بعد از اینها ما تو همدان دوره آموزشی که میدیدیم از همدان اعزام شد. نیروی هوایی به دلیل جایگاه ویژه و فرماندهی که وابسته به خاندان سلطنتی بود، سعی میکرد که از میان دانشجویان بهترین ها را برای خود انتخاب کند و ستاری یکی از آنها بود. با پایان دانشکده و ورود به نیروی هوایی من دیگر پدر شده بودم. بیاد دارم با تولد شبنم حالت غریبی پیدا کردم. هنگامی که برای اولین بار او را در آغوش گرفتم، برای لحظه خود را در کنار پدرم شیخ حسن تصور کردم. آیا روزی خواهد آمد که من نیز چون او تبدیل به تکیه گاهی محکم برای فرزندانم بشوم؟ با ورود به نیروی هوایی احساسی از جنس شک به سراغم آمد. حالا رغم اینکه یک افسر جزء بودم، خیلی زود دریافتم همگی ما از سرباز تا افسران عالی رتبه فرمان بردار و مطیع کسانی هستیم که در اصطلاح مستشار نظامی نام داشتن. همه ارکان نیروی هوایی در ید قدرت آنها بود. هیچ کس حق دانستن بیش از آنچه که آنها مشخص می کردن نداشت. ارتباط ما در حد اپراتوری و یادگیری نحوه استفاده از سیستم ها بود. اینکه هر دستگاه چگونه و بر اساس چه مکانیزمی عمل می کند از موضوعاتی بود که محق پرسیدن نداشتیم. و این برای اشخاصی چون من که به شدت کنجکاو بودم رنجاور بود. بعضی قطعات رو به نام بلک ماجول یعنی قطعه سیاه مطرح می کردن که حق این که پیشگوشتی به سمتش بره نفرات فنی ما نداشتن. در این رابطه مسئله بگم، من جزیره کیش بودم. رادارم خراب شد، رادار اورلیکم بود. دو تا ایتالیایی اومد اونجا رادار درست بکنن. ما رفتیم واسه پای رادار که ببینیم چیکار میکنن. می‌خواستیم ببینیم یاد بگیریم مقدار که مثلا همچین ایراد پیش اومد بدونیم از کجا. دیدم به این دو تا ایتالیایی با هم دیگه پچه پچ می قرقر میکنن. بعد دیدم که یکیشون آچار محکم زد زمین، رفت ماشینش که اون یکم سوار شد رفت. یه ساعت بعد داده اطلاعات ما رو خواست. یه نفر افسر فرستادن جای ما تو موزه ما رو بردن جون. آقا شما چرا با خارجه ارتباط میخواد برقرار کنی فلان بود؟ گفتم چه ارتباط میخواست برقرار تو موزه بودشون درست میگن رفتن بالا سر. گفت شاسه نبود میرفتن بالا سر دستگاه. همین محدودیت ها انگیزه شد